یو 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 سلام سلاتین دکتر سنا هستم و خیلی خوش اومدیم به پیج خودتون این پیج صرفا یک پیج آموزشیه پس لطفا جنبه گوش دادن به این مسائل رو داشته باشید امروز میخوام در مورد یک مسئله صحبت کنم که به نظر من غیر ممکنه یک آدم چت باز این مسئله رو تجربه نکرده باشه و اون هم استعمال همزمان ماریجوانا و هشیش به صورت همزمان که اسم های مختلفی هم داره من متوجه شدم مثلا تو خراسان ما بهش میگیم گبری یعنی گبری هم نمیگیم انقدر آمریکایی نمیگیم ما خراسانی یا گبری میگیم گبری خب گبری حالا یه جایی باز بچه ها تو کامنت ها گذاشتن که بعضی ها میگن سالاد نمیدونم بعضی ها میگن چی کوکتل همچین چیزی خلاصه اسمای مختلفی داره ما میخوایم بگیم که اگه این دوتا به صورت همزمان مصرف بشه همزمان نه اینکه یک رول ماریجوانا بعدش یه رول هشیش یعنی شما ماریجوانا و هشیش رو با همدیگه توی یک رول بریزی و مصرف کنی چه عوارضی داره و با مغز شما چیکار میکنه قبل از اینکه ادامه ویدئو رو ببینیم و بخوایم این مسئله رو موش کافی کنیم و بازش کنیم حتما ویدیو رو لایک کنید سابسکرایب کنید کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون نپره این سای من این پایین میاد فالو کنید و اگه سوالی داشتین اونجا میتونیم با هم دیگه در ارتباط باشین در زم دیروز یک پادکست ساختم در مورد زولپیدم و اینکه زولپیدم که یک قرص خواب هست تجربه خودم رو از مصرف چندین ساله زولپیدم گفتم حتما اون پادکست رو گوش بدین مطمئنم خیلی به دردتون خواهد خورد قرصی که داره شدیدن مرزهای کشور رو در مینورده یعنی قرصی که دیگه حدودا همه دارن باهاش آشنا میشن و فکر میکنم تا یه چند سال دیگه واقعا یک اپیدمی اعتیاد به زولپیدم رو ما توی کشورمون تجربه کنیم حالا بگذریم از همه اینا مغزتون رو نخورم سر مبارک و به درد نیارم امروز بیاین امروز بیاین چیه بیاین بگیم که آقا این دوتا با هم دیگه مصرف بشه چی میشه نگاه کنین خیلی مهمه که اول توی دیسکریپشن یک ویدیو ساختم در مورد حشیش، حشیش چجوری تهیه میشه و حشیش چی است. اون نگاه کنید. خیلی مهمه که حشیشی که همراه با ماریجوانای مصرف میشه چه میزان THC و CBD داره. اوکی. حالا توضیحش اینه که یعنی بخوام بهتون بگم فرق THC و CBD چیه؟ THC باعث اون اثرات محرکی ماریجوانا درون بدن شما میشه و CBD هیچ خاصیت تحریک و محرک بودن نداره CBD بیشتر اون قسمت درمانی ماریجواناه اوکی ولی اون قسمتی که شما رو هایی میکنه اون قسمتی که به شما انرژی میده اون قسمتی که به شما خنده میده اون قسمتی که شما رو عصبانی میکنه شما را استرسی میکنه اون THCه حالا میزان THC و CBD درون هشیش حدودا سه برابر ماریجواناست یعنی میگن آقا یک ماریجوانا 10 تا 15 درصد THC یا CBD داره خب حالا وقتی از این ماریجوانا میان و هشیش رو جدا میکنن این قلزت سه برابر میشه و برای همین خیلی مهمه شما این ترکیبی که استفاده میکنی چه میزان اون هش هشیش THC و CBD داره که با این THC و CBD ماریجوانا روی همدیگه چه میزان THC و CBD وارد بدن شما میکنن برای مثال ماریجوانایی که شما مصرف میکنی 10 درصد THC داره 5 درصد CBD میان ازش حشیش رو میگیرن میشه سی درصد THC و 5 درصد CBD بود سه برابرش کنیم 15 درصد CBD حالا شما اگه کلا بیای هشیش اونو مصرف کنی خیلی THC و CBD زیادی وارد بدنت میشه اگه ماریجواناش رو مصرف کنی خیلی THC و CBD کمه و اگه ترکیب این دوتا رو مصرف کنی بین حشیش تنها و گل تنها یک میانگین شما THC و CBD وارد بدنت میکنی نکته ای که وجود داره توی ایران انقدر این هشیشه نمیان هشیش رو از گل سم بگیرن به تو بدن میان هشیش رو از گل چی میگیرن؟ از گل وحشی از گلی که توی طبیعت رشد میکنه گل های سوسماستی گل های نخور سلاتین دیگه کشیدی مثلا اگه هشیش رو شما دیدین اکثرا هشیش های توی ایران اینجوریه که تو رو خمار میکنه حالتو بد میکنه خوابت میکنه اصلا معلومه که این هشیشه اصلا هشیشیه که از کوسشر ترین گلی که طرف ساقیه داشته اومده این هشیش رو گرفته به شما داده هستن و بعضی ها میان هشیش نجات به شما میدن یعنی هشیشی میدن که از میگه آقا این هشیش لیمون هیزه. این هشیش فلانه ولی در واقعیت توی ایران اینجوری نیست معمولا هشیشه هشیشیه که از یه گل خیلی خیار به تو میدن با یه THC پایین و CBD بالا یعنی این گله بیشتر تو رو نمیگیره برای امین هشیش توی ایران معمولا CBD بالایی دارن نه THC بالایی شما اگه اینو با یه گل با هم دیگه میکس کنی که THC بالایی داره در اصل داری دو تا چیز رو وارد بدنت میکنی هم THC گل رو و هم CBD گل رو اوکی یعنی در اصل داری به واسطه اون THC اثرات هایی بودن و اثرات بالا بودن رو تجربه میکنی و به واسطه این CBD پیچی تجربه اون اثرات خماری اون اثرات ریلکسیشن و اینا در حالی که همون ریلکسیشن هم میگم به واسطه THC ای نه CBD پس شما توی ایران اگه میخوای هایشی باید THC رو به صورت خالص مصرف کنی نه THC همراه با هشیش THC همراه با هشیش هیچ فایده ای نداره جز اینکه شما اون درصد THC که وارد بدنتون به واسطه اون ماریجوانای تنها قرار وارد بشه به خاطر این هشیشه اون THC کمتر هم میشه وارد بدن شما امیدوارم خیلی خوب توضیح داده باشم چون مسئله خیلی مسئله سختیه ولی خب منو که میشناسید چقدر سکسی براتون توضیح میدم من عاشقتونم دوست دارم اینجوری شما الان داریم ویدیو رو میبینین اینجوری بیام به قاپمتون بیام لپتون رو بکشم و در نهایت بخوام بهتون یک توصیه بکنم اینه که زندگی دور از وابستگی شیرین ترین زندگیه من این رو به تو قول میدم و حتی میتونم به تو این نویدو بدم که زندگی بعد از ترک اعتیاد خیلی بهتر از زندگی قبل از اعتیاده یعنی شما در دو حالت پاکی هم قبل از اینکه مواد رو شروع کنی هم بعد از اینکه مواد رو ترک کنی اما بعد از اینکه مواد رو ترک کنی زندگیت شاید صد لول شیرین تر و جذاب تر و لذت بخشتره البته ای... این خواهشم باعث نشه که پاشی بری همین الان از حالت سوبری در یا, یا مواد دو بزنی این یک چیزیه که منظور اینه که شنیدی که میگن خورشید از تاریک ترین لحظه شب طلوع میکنه این منظور اینه که اعتیاد تو رو به تاریک ترین لحظه شبت میبره و بعدش که شما طلوع کنی یک آدم گنگ میاد بالا یک ولفا سرید از توت خارج میشه امیدوارم از توت یه درخت شاتوت خارج شه اشقای من این دوستتون دارم خیلی 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 دوستتون دارم ممنون از انرژی که بهم میدین ممنون از کامنت های زیباتون ممنون از این که میایی به من میگی من با حرفای تو ترک کردم من بعد از چند سال مصرف ترک کردم این واقعا به من انرژی میده که بیام اینجا تنهایی وایسم صحبت کنم و جای این دیواری که پشت منه و پشت این دوربین من دارم یک استیج میبینم پر از آدمای پر انرژی که شما باشید لپ تک تکتون رو میبوسم خاک پای شما سرمه چشمای من تا دیداری دیگر